این که میبینید انبس، اولی حساس، بعد یه مقدار میوه حساس روش. خیلی خوردنش سخته، از حساسش صنایع دستی درست میکنن، جاسوسی و زیر تانک هم بره له نمیشه. خوردنش سخته، من یه روش رو به شما آموزش میدم. ببینید به این شکل برش افقی دور تا دور میوه انبر رو میزنید که برسه به حسه، منتها حسه رو نمیبره. خب فکر کنم کافی باشه. بعد آرام این رو میشرخونید. به همین سادگی این در اینجا قرار میگیری با چاقو، این یکی هم میگیرید میچرخونید و در میارید. به همین سادگی. بعد میذارید کنار با قاشق. چقدر زیبا، چون با پوست میخورن خیلی ها، چون نمیتونن درست استفاده کنن از میوه انبه، با پوست میخورن. ببین دیگه اصلا گفتم یه ذره میوه خسته است که روی هسته است، همش هسته است، این همش هسته است، من نمیفهم هم یا حساس یا پوسته. اما خب اینم از روش جدید ما برای انبه خوری. فکر کنم خیلیاتون بلدید، نگید که بلدیم بهمون بر میخوره. این پوستش پاره شد، برای چیزی هم دیگه نمونده بود. این بود از میوه انبه و انبه خوری. ما تا میوه دیگر و روش استفاده درست دیگر از میوه دیگر با شما خدافظی میکنیم. انبه. سلام دوستان گلم، این دفعه روش آموزش تهیه خاگینه در خانه، خاگینه در خانه با پیاز هم جور دارم. تخم مرغ رو برمی‌دارید، تخم مرغی که من تکون میدم نصفش خالیه، چون اخیراً هم چیپس و هم پفک و هم تخم مرغ همه چی داره نصفش خالی میشه و دارنده همه چی خالیه خالیه. یعنی شما میگی آقا یه چیپس خالی میشه بدی من پلاستیکش لیس بزنم واسه چربی. حالا اینو میشکنید کجا بزنم که چیز نشکست دیگه؟ میذارم به سرم. نمیشکنه. چجوری اون گردو میشکنه با گلهش؟ خب نمیشکنه با کله، واقعا نمیشکنه. من ببینید از زردی زردش هم معلوم که از اون تخم مرغ محکمه. یه بار دیگه امتحان میکنید دفعه با این گوشه پیشونی، چون دفعه درد گرفت اینجا. چه کاری مگه من اینا رو میشکنیم، تخم مرغا رو کنار هم میزن میشکنیم. کافی برای خاگینه یه نفره معمولا سه تا تخم مرغ زیاده، با توجه به شرایط اقتصادی و دلار ارزون و سکه ارزون و بورس ارزون و همه چیز ارزون، سه تا تخم مرغ برای 30 نفر کافیه، چون میتونن نفر بو کنن. فقط از این 30 نفر 20 نفر فقط بو میکنن، میگن خاگینه است. درسته 10 نفر هم فقط نونشو میزن تو روغنه. ما مایکروبمون رو میذاریم روی اجاق گاز. اینو انقدر هم میزنیم، ببینید اینجا اینو انقدر هم میزنیم خودش حالش به هم میخوره. یعنی دیگه چقدر منو هم میزنی. کافیه. نمک میدونی که اصلا چیز خوبی نیست. یه خورده روغنمون رو اضافه کنیم، سیم خارجی رو که مایتوبر بالا پایین میکنه روغنمون، چون روغن برمیگرده قشنگ دوباره هم میزنیم. تخم مرغ میگه حالا به هم خورد، در هم زدی دستتون میگیری روی مایتابه، حرارتی که از روغن بلند میشه به شما میگه این آماده است یا نیست. ساده بگم خدمتتون بودم هم میزنیم، دفعه ریز هم میزنیم، حتی صداش هم نمیزنیم، ریز هم میزنیم. هنو آماده نیست، یعنی حدود 15 دقیقه است که مایتابه روغن روی اجاق گازه و پشت تقریبا تمام واحد های همسایه ها رو هم گرفته. من هم میزنم دوباره هم میزنم، چون این اگه هم نزنی میمواسه دوباره برمیگرده به بلد دو. اما الان آماده، آماده است، آماده است، لحظه آماده است، لحظه باشی بوی اینجا نیا کنید. چه پفی میکنه، ببینید چه پفی میکنه. این از خاگینه ایرانی، این از خاگینه ایرانی اینجوری پخ میکنه. حالا یه ضربه میزنه زیر خاگینه بالا میکنه تا به جای دیگه اصلا برسه و میرسه. وحشتناک خاگینه میزنه. میدارم ببین اینجا نشون بده چقدر زیبا، چقدر زیبا. انگار ابرای تو آسمونا که خورشید از لاشون زده بیرون. وای نگاه ایرانی، وای 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 وای. این خاگینه خوشمزه خدمت شما عزیزان خاگینه خور. من خودم با اینکه آب تو دهنم جمع شده، خواب تو دهنم جمع نشده و شما رو تا خاگینه دیگر به خدا می‌سپارم.
امروز مراسم هندونه بوری داریم. یه چیز عجیب میخوام بهتون بگم. شما میدونستی واسه 1 کیلو هندونه حدود 290 لیتر آب مصرف میشه؟ خیلی عجیبه. این هندونه که میبینین چه خدمت شماست و خیلی مدعیان که رسیدگی یا نارس بودن هندونه، تو سرخ بودن یا تو سفید بودنش بسته به صدایی داره که شما به هندونه میکوبید. الان این صدا با این صدا با این صدا چه فرقی کرد؟ یا بعضیا میان اینجوری، اینا همش فیلمه داداش. ما رو فیلم کردن. هندونه به دو روش بریده میشه، روش شطوری که به این شکل هست و روش موتوری که به این شکل هست. روش شطوری چون دونه شده چابوت دیدم از اینا. بله، عرض کردم خدمتتون که حالا با شما میخوایم یک رقابتی رو آغاز کنیم، ببینم این هندونه رو چجوری ببرم. هندونایی که اینجاش سفیده میگن که این قسمتش رو به زمین بوده و نور خورشید بهش نرسیده، سفید مونده. متو این خودش نشانه رسیدگی هندوانه است، یعنی رسیده شده. و میخوام یه مسابقه داشته باشیم الان که شما به من بگید این هندونه از دیدگاه شما هندونه شناسا رسیده است یا نرسیده، تو سرخه یا تو سفیده، تو آلبالوییه یا تو ریواسیه، ریواس سفیده دیگه خلاصه، یا کدویه. نمیتونم بلندش کنم چون حدود 15 کیلو وزنشه و برای 1 کیلوش 290 لیتر آب گفتم مصرف میشه. بریم برای بریدن هندونه، یا شانس یا اقبال. منتها ما شطوری رو ول میکنیم و به روش موتوری عمل میکنیم و هندونه رو قاش میکنیم. دمش گرم، عجب هندونه یه تقریبا میشه گفت تو سرخه و حتی میشه باهاش اصلا ببین اینجوری میکنی آب میریزه رو زمین. خب من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. نمیدونم چرا خیلی دنبال این قسمت از هندونه هستن، دقیقا این قسمت. این زرنگای تاریخ کی بودن من نمیدونم. بعد هندونه رو ایسته بهتون بگم عزیزان، هر چقدر پوست هندونه کلوفتر باشه اون هندونه ارزش معنوی مادیش کمتر، هر چی پوست هندونه نازکتر باشه بهتره. حالا میگن گل هندونه خیلی مهمه و همین دنبال گل هندونه هستن. گل هندونه اینجاست که من براتون به صورت فارسی بور این دفعه میزنم، که البته شاید هم فارسی بور نیست، ایتالیایی بوره. حالا ما میبینیم چه صدایی میده، انگار درخت داره از جا کنده میشه. گل انار هندونه، جون دل هندونه، مثل کیم بستنی میمونه. میذارم سر جاش که دلتون نخواد یه موقع. انشالله نصیب هر کی بشه که لیاقتشو داره که گل هندونه بخوره، که لیاقت همه شماست که همیشه بهترین ها گلش نصیب شما گله عزیز بشه. تمام این لوازم که آماده میشه ما همه رو میتونیم جمع آوری کنیم و ویل بدیم توی زب. بسیار یه بار دیگه پخش کنیم ظرف میتونیم توی زب. تمام این خیارات باید بره تو ظرف و آماده بشه. واقعاً دیگه به 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 چه معجونی شد علی، بزن بریم بریم بریم، دیر شد. دوستان گل من توجه کنید که پیاز اگه میخوان خورد کنه، اگر چه چاقو مناسب نیست انگشتا رو بزنید اینجا، چون ناخون باعث میشه که تیغه چاقو بره اون بر. شما نگاه کن این پیاز راحت دیگه. از اینجا به بعدش رو به صورت خیلی حرفه‌ای و جادار ما پیاز رو خورد میکنیم. تمام حسن، پای سیب برات آوردم بخور، نشه جونت با چای میچسبه داداش. من نمیدونم چرا به این میگن پای سیب. مثلا
سیب مگه پا داره؟ چرا نمیگن دست سیب؟ اصطلاح عامیانه لنگ سیب. از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن اندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی.